از یه حافظ کل میخوام دعوت بکنم، یه خانم بزرگوار و عزیز، و به شرطی که شما خوب تشویق بکنید. سنا خانم نظری رو تشویق کنید. خانم بفرمایید، بفرمایید. به به. سلام علیکم، سلام علیکم. بفرمایید، بفرمایید. سنا جان بفرمایید اینجا. خیلی خوش آمدین. خیلی خوش آمدین، بفرمایید. یه سلام علیک بکن با ما. وسط این نیمکت ما بشین. عالیه، عالی، عالی، عالی. میخوای منم اینجا میشینم؟ اول کار شما این سلام علیک بکنین، این دفعه برعکسش کنین. سلام، سلام علیکم. سلام. حافظ کل قرآن ها. چند سالشونه؟ چند سالتونه؟ 7 سال و نیم. ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. چند سال حفظم؟ از کی حفظ رو شروع کردین؟ از وقتی که به دنیا اومدم تا 3 سالگی قرآن را واسه سپیدگان حفظ کردم. الان 4 ساله بی که من حافظ کل قرآن هستم. به به به. خب یعنی وقتی به دنیا اومدی چجوری میشه؟ یعنی از چه سالی؟ 1 ساله بودی؟ 2 ساله بودی؟ 3 ساله بودی؟ از 1 سالگی. از 1 سالگی گوش کرده. گوش کرده. بله. چند سالگی؟ من سوالم اینه که 3 سالگی حافظ کل شده؟ 4 سالگی حافظ کل شده یا 3 سالگی؟ 3 سالگی. 3 سالگی حافظ کل شده. ماشاءالله، ماشاءالله. اینو دیگه ما نیده بودیم که اینجوری شده. ماشاءالله، ماشاءالله، ماشاءالله. معجزه، معجزه، معجزه. من المعجزات. طبعا. نه دیگه ببینین، حالا چون مردمم دارن میبینن ما باید توضیح بدیم. یعنی تو خونه با نوای قرآن بزرگ شده. بله. و بعد تونسته تکلم کنه و حرف بزنه، به حرف افتاده، به قول ماها دیگه شروع کرده به حفظ. درسته سنا جان؟ بله. درسته؟ آخه آقا چرا ماسمالی میکنی؟ شما الان چند ساله که حافظ کل قرآنی؟ 4 سالی. ناسم فی المهدی و کهلا رساله عزیز دلم جانم. سوره حمد رو برام بخون. حمد چی؟ آقا حمد. سوال سخت بپرس. آخه تو این سن همون حمد، حمد رو بخون سنا جانم. حمد رو هم به 5 زبان: عربی، فارسی، انگلیسی، ترکی، استانبولی و فرانسوی. الله 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 الله. حالا اگه به شما بگم که خواهر سنا هم حافظ کل قرآنه، شاید تعجبتون مضاعف بشه. شاید اگر خواهر سنا بیاد کنارش بشینه آرامش، اعتماد به نفسش هم بیشتر میشه. خیلی خوشحال. حدیث نظری رو تشویق بکنید. حدیث خانم بفرمایید، بفرمایید. اهلا اهلا. ماشاءالله، ماشاءالله. خوش آمدین، خوش آمدین. 2 تا خواهر داریم که حافظ کل قرآنه. ماشاءالله. حالا با اتکای به حضور خواهر بزرگتر دستشم بگیر یه چند ثانیه. ای جانم. سلام حدیث خانم. سلام کردم دوستان من. و علیکم السلام. خوش آمدین، خوش آمدین، خوش آمدین. خیلی خوش اومدین. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. الله 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 الله. إن ربك حكيم عليم. الله الله الله. نرفع نرفع درجات من نشاء. أنت منهم، أنت منهم إن شاء الله. حدیث خانم شما چند ساله که حافظین؟ اگه اجازه بدین اولی از سلام داشته. بله بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إجلالا لقدرته، ولا إله إلا الله خضوعا لعزته، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام، حدیث نظری هستم، 14 ساله، حافظ کل قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان هستم و در حال آمادگی برای آزمون دکترا. ماشاءالله. و علاوه بر اینها کم سنتنی کسی هستم در کشور که در آزمون کارشناسی شرکت کردم. خب من در سن 10 سالگی در حال آمادگی برای کنکور بودم، در سن 11 سالگی کنکور لیسانس دادم و قبول شدم. همون سال اول هم لیسانس سازمان تبلیغات و هم لیسانس سازمان الله سنجش. الله 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 الله. خب سنا وقتی که به دنیا آمد، همون جوری که توی معرفیش گفت، من اون موقع حافظ کل قرآن بودم و همونطوری که تثبیت میکردم به مامانم، خب من 7 سالگی حافظ کل شدم و روزی 10 جز 12 جز الی 13 جز من از حفظ به مامانم تثبیت میکردم. و خب این موقع سنا بچه بود، تازه به دنیا آمده بود. بر اثر تثبیت و در واقع شنیدن قرآن و تلاوت من، سنا کل قرآن رو حفظ شد بدون اینکه ما متوجه بشیم. یعنی من اصلا به هدف اینکه سنا قرآن حفظ کنه تلاوت نمی‌کردم، من به عنوان تثبیت خودم کار خودت رو داشتی می‌کردی. بله، خود به خود سنا حافظ کل قرآن شد و در واقع 2 سال و نیمش بود که ما دیدیم کل قرآن رو تسلط داره می‌خونه و در سن 3 سالگی به عنوان کم سنترین حافظ کل در جهان معرفی شد. در مسابقات مختلف، در مسابقات دار قرآن امام علی سال 98 به عنوان کم سنترین حافظ، سال 99 مدال در واقع نفر اول مدال طلا به عنوان ستاره قرآنی بهش تعلق گرفت. مسابقات ارتش هم در سطح پایگاه نیروی هوایی ارتش، کل ارتش رتبه برتر رشته حفظ کل بوده و جز متسابقین راه یافته به نیروهای مسلح هست. چه ربطی به ارتش داشته؟ پدرت ارتشیه؟ بله، نیروی هوایی ارتش هست. حدیث خانم، من الان میخوام از میزبانانمون خواهش بکنم که سخت بپرسن. آماده این شما؟ بله، بفرمایید. من بپرسم؟ بفرمایید. بی ملاحظه بپرسید. دو نفری جواب میدین؟ نه، فعلا حدیث خانم. فما کان جواب قومه؟ فما کان جواب قومه؟ اگه ابتدای صفحه هست، صفحه 382 سوره مبارکه نمل از آیه 56 صفحه در سمت عنکبوت. فما كان جواب قومه الا ان قالوا قتلوا. این آیه تکرار شده. بله، صفحه 382 ابتدای صفحه هست، آیه 56 سوره نمل و همچنین صفحه 399 سوره عنکبوت ابتدای صفحه. فما كان جواب قومه انتهای صفحه، قال رب انصرني على القوم المفسدين، از آیه 24 تا آیه 30 آیه که تلاوت کردین، آیه اول صفحه آیه 24 بود. صفحه در سمت راست قرار داره، جزء 20 سوره عنکبوت 29 همین سوره در قرآن. سمال محل من همه ده. میخوای جمعه عوض کنی؟ سوال مفهومی بپرسیم. شما بگید که کجا چهار پایان رو عبرت قرار داده برای ما. خب یه مورد تو سوره مؤمنون هست و یه مورد در سوره مبارکه نحل. در سوره مبارکه نحل صفحه 274 هست و این صفحه از آیه 65 تا آیه 76 هست. سوره نحل 16 همین سوره در قرآن مکی قبل از هجرت نازل شده و 128 آیه داره. سنا شما میخونی یا من بخونم؟ و این لکم فی الانعام العبرت نسقیکم مما فی بطونه من بین فرس و دم لبن خالصا سائغا للشاربین. این آیه خیلی آیه عجیبه. بله، راحت باشید. میگه که تو چهار پایان برای شما یه عبرتیه. عبرته چیه؟ میگه از بین خون و پهن به شما شیر تازه میده. خدا اگر بخواد شیر بده، خوبی ها رو بده، گاهی آقا از لابلای بسیاری از حوادث تلخ میده. یعنی خیلی وقتا حوادث تلخی برای آدم به وجود میاد، راه رسیدن انسان به اون شیر تازه است. فکر نکنید که حتما باید ترگل ورگل باشه، همه چی درست باشه، سر جاش باشه تا اون شیره بیاد. نه، من بین فرثن و دمن لبنن خالصن سائغن لشاربی. پس منتظر این باشید که خیلی وقتا خدا خوبی ها رو از لابلای حوادث بد با آدم بده.
من دعوت بکنم از پدر مادری که این دو تا دسته گل رو پروردن. ماشاءالله. یعنی جاشه که بیان بالا. آقای نظری، خانم نظری بفرمایید. ماشاءالله، ماشاءالله. سلام علیکم. ای جان. ماشاءالله. من دوست دارم بشینین. قشنگ یه قاب خوشگل درست کنیم با حضور شما. ورا عندما كنت صغيرا والظما ملء الشعور كنت اسال ولكم يسال الطفل الصغير يا ابي يا ابي يا أبي يا أبي سدد خطايا سدد خطايا سدد خطايا دلني أين المسيح شما یه چند تا سوال رو نپرسیدین زبانهای خارجی رو. بعد الان من شنیدم که مادر فرمودن که شعر. اجازه بدین اول سلام علیک کنن. حاج خانم شما سلام علیک کنین، آقای نظری سلام علیک کنین با مردم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید محترم، حضور گرامی، عوامل برنامه خوب محفل و همچنین بینندگان محترم شبکه سه سیما. ابوالفضل نظری هستم، پدر دو تا دختر خانم و یه آقا پسرم خونه داریم، آقا محمد وحید که داره آماده میشه برای کنکور تجربی. مشغول کنکوره پس نیاوردینش. خانم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدیجه اسدی هستم، مادر حدیث رسانه. انا اريد ان اسال يعني هذه يعني انا هذه ما اعرف يعني لا استطيع ان اعبر عن هذه الأمور التي يعني ربما لو ما كنت أراهم بعيني ما صدقت يعني الله. هذا يعني هذا الـ 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 الإبداع، ما هي طريقة الحفظ؟ كيف كانت؟ يعني أول حديث حفظ کرد برای سنا هیچ زحمتی نکشیدم، فقط تنها کاری که کردم بعد از اینکه دیدم حفظه فقط برام تثبیت میکرد، بعد روی تاب می نشوندنمش، قشنگ روی تاب بود و تاب رو تکون می دادم و صفحه به صفحه اول صفحه رو می خوندم و اینم برام می خوند. ولی برای حدیث خیلی زحمت کشیدم، یعنی اولش هیچی از قرآن غیر از روخونی نمی دونستم. شروع کردیم حدیث صفحه به صفحه حفظ کرد، آیه به آیه حفظ می کرد، برام می خوند و حتی بدون نوار، بدون تجوید. بعد فهمیدیم که باید این کار رو انجام بدیم و بعد دیگه قلم قرآنی بهش گرفتیم و شروع کردیم. ولی سنا رو دیگه از اول قرآن رو گوش میداد، قشنگ صفحه به صفحه رو گذاشتم با استاد گوش بده، هر صفحه رو یه بار گوش میداد بعد میگفتم بهم بخون. ولی خب حدیث که میخون سنا حفظ شده بود، فقط برای مسابقه، فقط برای میخواستم آمادش کنم. خب الهی واقعا این چیزها. من حتی نگرانم، واقعش نگرانم این برنامه که پخش میشه خیلی از پدر مادرها چنین توقعاتی از فرزندان خودشون آره، داشته باشن اصلاً. آره. و این باعث میشه که فشارهای بیجا حتی بیارن به فرزندان که این کار ما زمین سازی باید بکنیم تو خونه واده برای قرآن و قرآن گوش کردن و واقعا پدر مادرها توقع نکنن بچه هاشون این بشن. آره مقایسه نکنن، مقایسه نکنن. آره. و این کار واقعا یه توفیقیه که خدا گاهی اوقات میخواد یه نمونه های نشون بده که بگه قدرت و توانای خودشو نشون بده. واقعا معجزه است. مادر، به نظرم مادر به ما بفرمایند که شما حافظ کل بودید که این بچه ها رو. نه خیر، من سوادم سوم راهنمایی بود، باباشم سوم راهنمایی بود، فقط قرآن رو دوست داشتم. وقتی قرآن رو میخوندم حدیث میومد، میدید که قرآن رو دارم میخونم، وقتی میدید همه توجه هم به قرآنه، قرآن رو که میذاشتم سواد نداشتم، ولی میومد قرآن رو برمیداشت ببینید من چی تو قرآن دیدم که میشینم نگاه میکنم. زیادم نمیخوندم، یعنی من هر شب یکی دو صفحه قرآن میخوندم، اونم بدون صوت و تجوید. ولی حدیث اینجوری
خود به خود به طرف قرآن کشیده شد. سنا هم خب هیچ زحمتی برای حفظش نکشید، حتی یک دقیقه هم نمیشینه. یعنی سنا حتی هیچ وقت تا حالا نه نهج البلاغه‌اش نه صحیفه‌اش برای من تثبیت نکرده، فقط قرآنش، اونم موقع مسابقه. یک ماه به یه مسابقه که هست میشینم برام، یعنی روزی 30 تا صفحه کلا. یا آقا نظری، کیف میکنی وقتی دوتا دختر رو اینگونه میبینی؟ از حس و حالت از داشتن یه همچین فرزندانی برامون؟ من بیشتر از همه از این کیف میکنم که خدا رو شکر از وقتی که حدیث خانم شروع به حفظ قرآن کردن، اولا اینکه خدا رو شکر میکنم به خاطر داشتن چنین همسری که همه زحمت‌های بچه‌ها رو همسرم کشیده. یعنی من فقط در این حد بودم که هر جا خواستن بردم رسوندم و برنامه‌هاشون رو عمل کردم. و بعدش از این خوشحالم که ما خدا رو شکر در سطح کشور، در سطح استان، جاهای مختلف حدود 700-800 تا برنامه‌های محفل‌های بزرگ انس با قرآن، برنامه‌های تلویزیونی شرکت کردیم و تو هر برنامه و محفلی که رفتیم و سال آینده ما رفتیم دوباره تو همون محفل شرکت کردیم، از اون محفلی که ما رفتیم حداقل 4 تا 5 نفر حافظ شدن ماشاءالله. و یکی دیگه تو بحث حجاب، ما جاهایی رفته بودیم که مثلا یه زمانی حالا بچه‌های کوچیک، حالا نمیگم بزرگا، مثلا شاید چادر سرشون نمی‌کردن، ولی جوری شده بود که ما برنامه بود که یک ماه بعد دوباره یه محل دیگه دعوتمون کردن، تمام اون دختر خانم‌ها چادری شده بودن. چرا؟ میدیدن که مثلا ما هیچ اجباری اصلا برای حجاب بچه‌مون نداشتیم. یعنی سنا و حدیث شاید از 2 سالگی کسی مثلا موهاشون رو حتی تو خونه دیده باشه، خودشون یعنی چادر و اجبار و مثلا چادر و مقنعه و اینا سرشون میکردن. حتی تو مدرسه وقتی کلاس اول میرفت حدیث و معلم ورزشش بهش میگفت که باید لباس ورزشی بیاری و چادرتو در بیاری میخوری زمین، میگفت من اگه چادرمو در بیارم سردم میشه. یعنی به این بهونه رو میکرد که چادرش تو مدرسه در نواد بهش میگفتم چرا در نمیاری، میگفت ممکنه خونه های مجاوره به مدرسه منو با لباس ورزشی ببینن. کلاس اول بود، یعنی 7 سالش بود، ولی حافظ کل بود. آقا من اینا فکر میکنم باید بلند شیم. الله ماشاءالله. واقعا آیه شیم. بله 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 بله. برای این خانواده بلند شیم. استاد استاد. رقت عینای شوقا ولطیبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. ما شاء الله، يا سلام سلم، يا سلام سلم. انا جان بفرمایید. يا يحيى خذ الكتاب بقوة جان. من یه سوال آخر بپرسم، آرزو چیه؟ آرزو دارم امام زمان ظهور کنه دیگه. و آرزو دارم مقام معظم رهبری رو ببینم. احسن یکه دوستنه برقی
علیکم. شکرا. خب خیلی ازتون ممنونم، خوشحال شدیم از زیارت این خونه بوده. انشالله که از چشم بد دور باشین. یه تشویق جانانه میکنم. ممنونم ازتون.